مراسم عید فطر امسال در غزه زیر سایه‌ای از ترس و نگرانی برگزار می‌شود و خبری از جشن نیست. بسیاری از مساجد مثل خانه‌ها خراب شدند و آرامش شکننده‌ای که در این منطقه حاکم شده به مردم اجازه داده دست کم ساعاتی را بدون صدای گلوله سپری کنند. بسیاری از فلسطینی‌ها از ترس بمباران ارتش اسرائیل به بیمارستان‌ها و مدارس پناه بردند. از جمله این کودک که میگوید اگر در خانه بودیم خیلی بهتر میشد، به ما بیشتر خوش میگذشت اگر در خانه بودیم و جنگی نبود. حملات هوایی اسرائیل یک شنبه شب متوقف شد، اما صبح دوشنبه بلافاصله پس از اینکه یک راکت حماس به منطقه در اسرائیل اصابت کرد، حملات هوایی اسرائیلی ها از سر گرفته شد. بسیاری از قربانیان کودک هستند. زنی که کودکش را در بمباران های اسرائیل از دست داده است میگوید من فرزندم را از دست دادم. او چشمانش را باز میکند که عید را جشن بگیرد، اما چیزی نمیبیند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه غیر الزام آوری برای دو طرف درگیر از آنها خواسته بود که در روز عید فطر حملات را متوقف کنند. این مرد که کودکش مجروح شده میگوید ما جشنی نداریم. صدمه مش عید. از سه هفته قبل تا کنون 1030 فلسطینی در حملات اسرائیلی ها کشته شدند که اغلب آنها غیر نظامی هستند. این رقم یعنی به طور متوسط هر نیم ساعت یک کشته.